یک پناهجوی فلسطینی که به حمله مسلحانه منجر به کشته و زخمی شدن شماری از افراد اذعان کرده به حبس ابد محکوم شد به گزارش خبرگزاری فرانسه قضات دادگاه شهر هامبورگ در شمال آلمان با صدور حکمی یک پناهجوی 27 ساله فلسطینی به نام علی احمد الهو را که اذعان کرده در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی با چاقو اقدام به حمله کرده به حبس ابد محکوم کردند بر اساس این گزارش قضات دادگاه آلمانی در حکم خود حمله این پناهجوی فلسطینی متولد امارات را کمک به جهاد جهانی توصیف و آن را با شرایطی دشوار به دلیل افرادگرایی همراه کردند که این به معنای مجازات الزامی دست کم پانزده سال زندان پیش از هر گونه درخواست آزادی مشروط است. احمد الهو در 28 ژوئیه گذشته وارد یک سوپرمارکت شد و با استفاده از یک چاقوی بزرگ به مشتریان حمله کرد و یک مرد 50 ساله را به قتل رساند سپس پا به فرار گذاشت و در حالی که فریاد الله اکبر سر میداد شش نفر دیگر را در خیابان زخمی کرد تا اینکه در نهایت افراد رهگذر از جمله یک پناهجوی افغان او را گرفتند و به پلیس تحویل دادند به گزارش شبکه خبری فرانس 24 این پناهجوی فلسطینی در نه سال اخیر در کشورهای اروپایی به سر برده او به دنبال اقامت در سوئد، اسپانیا و نروژ در ماه مارس سال 2015 میلادی وارد آلمان شده است. الهو که یک سال بعد در پی رد شدن درخواست پناهندگیش بیشتر به تند روی, روی آورد و با وجود نشانه های زیاد دال بر رفتار افرادگرایانه وی از این کشور اخراج نشد چرا که هیچ گونه مدرک شناسایی ندارد.